از دوره محمود احمدی نژاد جمهوری اسلامی ادعا کرد که در تولید بنزین به خودکفایی رسیده، در برخی موارد از صادرات بنزین به لبنان و ونزوئلا و افغانستان هم خبر شد. چی شد که باز حرف از کمبود بنزین هست؟ بله، با درود. ایران طی 10 سال گذشته تقریبا مصرف بنزینش 2 برابر شده، یعنی از زیر 60 میلیون لیتر الان به نزدیک 120 میلیون لیتر رسیده. اما چرا این اتفاق افتاده؟ چون به طور متوسط هر سال 900 هزار خودروی تولید داخل با کیفیت و راندمان بسیار پایین رو عرضه کردن در بازار و از طرفی فقط 1 پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو راه اندازی کردن. پالایشگاه های ایران بسیار کهنه با تکنولوژی پایین هستند. 1/3 نفت دریافتی رو به مازوت و گیر تبدیل می کنن. هیچ جای دنیا این رو نمیشه دید. مثلا در امارات فقط 4% نفت دریافتی رو پالایشگاه ها به گیر و مازوت تبدیل می کنن. حتی پالایشگاه آبادان، بزرگترین پالایشگاه ایران، 47% نفت دریافتی رو به گیر و مازوت تبدیل میکنه. یعنی به بنزین، به گازوئیل، به محصولات با کیفیت بالا تبدیل نمیکنه. و از تابستان پارسال ایران با کسری بنزین مواجه بوده، اما چی کار کرده؟ الان خبرگزاری ایرنا رو شما اشاره کردین، آمارشو 115 میلیون لیتر میگه تولید بنزین هست. نخیر، ایران 105 میلیون لیتر تولید بنزین پایه داره، 10 میلیون لیتر هم مواد شیمیایی، مواد آروماتیک، MTBE، یه ماده بسیار خطرناک سرطانزا هست، 2 دهه هست در کل دنیا ممنوعه. آمارهای خود وزارت نفت ایران نشون میده که 10 میلیون لیتر در روز به بنزین قاطی میکنن. الان هم مجبور هست ایران به هر حال واردات بنزین داشته باشه، چون که نمیشه بیش از این واقعیتش رشد مصرف داخلی بنزین کشور رو پوشش داد.